در میان رقبای جمهوری خواه کمتر شناخته شده، سکات واکر فرماندار ایالت ویسکانسن است. کریس کریستی فرماندار نیوجرسی هم کار برای کمپین را شروع کرده. جهان نمیتواند و بچه‌های من و شما هم نمیتوانند بدون یک آمریکای قوی و یک رهبر مصمم در این جهان سر کنند. سناتور تد کروز محبوب تی پارتی هم شانس خودش را آزمایش میکند. شما اگر حاضر نیستید کلمات تروریسم اسلام رادیکال را به زبان بیاورید، نمیتوانید در یک جنگ با تروریسم اسلام رادیکال هم پیروز شوید. مدعیان احتمالی دیگری مانند سارا پیلین، فرماندار پیشین آلاسکا و سناتور هاریک سنتروم، مارکو روبیو و رند پال هم فعالیت دارند. جب بوش، فرماندار پیشین فلوریدا و میت رامنی نامزد انتخابات 2012 به طور فعالی شرکت در این رقابت را مد نظر دارند. جان فورتیر تحلیلگر میگوید شکل گرفتن یک زمینه پرتحرک ریاست جمهوری برای جمهوری خواهان مدتی طول میکشد. از سوی جمهوری خواهان این یک زمینه باز است با شخصیت های تشکیلاتگرا و همچنین برخی که به وضوح تی پارتیگرا هستند و این واقعا داشتن یک پایگاه مرکزی قوی و توانای ائتلاف همزمان با پیش رفتن است. در این مرحله این مسئله در مورد جمهوری خواهان غیر قابل پیش بینی است. سکات فاکنر تحلیلگر در مورد پیام جمهوری خواهان ابراز نگرانی می کند. تعیین یک پیام مشترک که الهام بخش و امید باشد مهم است، نه اینکه تنها بگویید من مثل دیگری نیستم. و جمهوری خواهان واقعا از دهه 80 حول چنین پیامی ائتلاف نکردند. یک سال دیگر همین چهره ها به نخستین آزمون ریاست جمهوری در انجمنهای حزبی ایالت آیووا باز خواهند گشت.